میکروفون در ویندوز 10. میکروفون وسیله‌ای برای انتقال صدا به رایانه است. کاربرد میکروفون در رایانه بسیار وسیع میباشد. ضبط صدا، گفتگوهای صوتی و تصویری در اینترنت، شبکه‌های اجتماعی، دستورات صوتی به رایانه و موارد دیگر از جمله کاربردهای میکروفون هستند. در لپتاپ‌ها میکروفون در بدنه دستگاه وجود دارد و معمولاً نیاز به تهیه میکروفون نیست. اما در سیستم‌های رومیزی باید میکروفون را جداگانه تهیه کرد و آن را به کارت صدای دستگاه متصل کرد. به جز تهیه و نصب میکروفون، باید کارت صدای سیستم را نیز با نرم افزار راه اندازی و مخصوص به همان سیستم عامل نصب کرد. بعد از اینکه کارت صدا به صورت کامل نصب شد و میکروفون به دستگاه به صورت صحیح متصل گشت، باید چند تنظیم ساده برای استفاده بهینه از میکروفون انجام داد. برای وارد شدن به پنجره تنظیمات میکروفون به سه صورت میتوان عمل کرد. اولین روش استفاده از کنترل پنل ویندوز و کلیک روی آیکون ساوند است. در روش دوم می توان کلمه ساوند را در ویندوز جستجو کرد و روی آن کلیک کرد. روش سوم به این صورت است که روی آیکون اسپیکر در ناحیه سیستم تری کلیک راست کرد. گزینه ساوند انتخاب شود. بعد از اینکه با یکی از روش‌های فوق پنجره ساوند را باز کردیم، نوبت به تنظیمات این پنجره می‌رسد. برای تنظیم میکروفون روی زبانه دوم یا رکوردینگ کلیک می‌کنیم. تمامی ابزارهایی که برای ضبط صدا در سیستم قابل استفاده و نصب شده باشند در این زبانه دیده می‌شوند. در سمت راست میکروفون فعال خطوط نشانگر بلندی صدا وجود دارد که با صحبت کردن با میکروفون این خطهای فعال شده بلندی صدا را نشان می دهد. اولین نشانه فعال بودن و سالم بودن میکروفون همین خط هاست. برای اعمال تنظیمات میکروفون ابتدا روی میکروفون فعال کلیک می کنیم. در قسمت پایین پنجره روی دکمه پراپرتیز کلیک می کنیم تا پنجره میکروفون پراپرتیز ظاهر شود. این پنجره دارای 4 زبانه است. زبانه اول یا جنرال. در قسمت بالای این زبانه یک جعبه متن برای نامگذاری میکروفون وجود دارد. نامگذاری میکروفون ها در مواقعی کاربرد دارد که چندین میکروفون فعال داشته باشیم و برای آسانی صدا برداری نیاز به نامگذاری میکروفون ها داریم. همچنین در این بخش میتوان آیکون مربوط به میکروفون را هم تغییر داد. با کلیک بر دکمه پروپرتیز در قسمت کنترل اینفورمیشن می توان وارد تنظیمات برنامه راه انداز کارت صدا شد. تنظیمات تخصصی و نیز نصب دوباره و یا پاک کردن برنامه راه انداز نیز در برگه درایور انجام می شود. در قسمت جک اینفورمیشن درگاهی که میکروفون با آن متصل است دیده می شود. در قسمت پایین این زبانه لیست کشویی به نام دیوایس یوزیج وجود دارد که برای فعال کردن اینیبل یا غیر فعال کردن دیسیبل میکروفون از آن استفاده می شود. Listen. در این زبانه می توان میکروفون را به طور مستقیم به بلندگوهای سیستم متصل کرد و صدای میکروفون به صورت مستقیم به وسیله بلندگوها پخش می شود. برای استفاده از این قابلیت به گزینه Listen to this device رو انتخاب کرده و با زدن دکمه Apply یا OK تنظیمات را اعمال می کنیم. دو دکمه رادیویی در قسمت Power Management وجود دارند که برای تنظیمات این کار در هنگام کار سیستم با باتری استفاده می شوند. دکمه اول برای ادامه فعالیت میکروفون در حالت پخش صدا در هنگام کار با باتری است و گزینه دوم در صورتی که فعال باشد به صورت خودکار در مواقعی که نیاز به باتری باشد عمل کرده میکروفون را قطع می کند. زبانه سوم Levels. در این زبانه دو نوار افزایشی وجود دارد. نوار اول به نام میکروفون بوده و برای افزایش شدت بلندی صدای میکروفون استفاده می شود. نوار دوم
به نام میکروفون بوست مربوط به تقویت صدای ضبط شده می باشد. در تنظیم این دو کمیت باید با دقت عمل نمود تا از سود کشیدن و بازخورد صدا در میکروفون و نیز عدم وضوح صدا جلوگیری کرد. با کم و زیاد کردن این مقادیر کیفیت مطلوب حاصل می شود. زبانه چهارم Advanced. در این زبانه تنظیمات پیشرفته تری را می توان انجام داد. در قسمت دیفالت فرمت می توان از بین نمونه های موجود برای نرخ نمونه برداری و عمق صدا که ویندوز در اختیار ما قرار داده است نسبت به کیفیت صدای دلخواه یکی را انتخاب کنیم. هرچه نرخ نمونه برداری بالاتر باشد، کیفیت صدای ضبط شده و در نتیجه حجم فایل صوتی ذخیره شده نیز بیشتر خواهد شد. دو چک باکس در این بخش قرار دارد. چک باکس اول در صورتی که علامت خورده باشد با سایر نرم افزارهایی که به نوعی با میکروفون در ارتباط هستند مثل ادوب آدیشن اجازه می‌دهد که تنظیمات مخصوص به خود را اعمال کنند. در صورتی که این قسمت علامت نخورده باشد امکان تنظیم میکروفون در سایر نرم افزارها وجود ندارد. چک باکس دوم را در صورتی علامت می‌زنیم که بخواهیم در سایر نرم افزارهایی که از میکروفون استفاده می‌کنند اولویت بندی برقرار کنیم. در پایین این زبانه نیز دکمه ریستور دیفالتس وجود دارد که با کلیک کردن روی این دکمه تمامی تغییرات انجام شده به حالت پیش‌فرض ویندوز برمی‌گردد. بعد از انجام هر تغییراتی می توان با استفاده از دکمه های اوکی و اپلای تغییرات را اعمال نمود.